حق دارید که یه مقداری اول ساعت حرف بزنید، چون که دارید دیده بوسی میکنید و عید مبارکی میکنید و شکرات میکنید و شیرینی میخورید. انشاءالله سال خوبی برای همه تون باشه. مرسی، ممنون. امیدوارم که تعطیلات هم خوش گذشته باشه. کیا تو تعطیلات مسافرت رفتن؟ مسافرت منظورم غیر از خونه خودتون ها، رفتید گشتید. این آدم وقتی بچه هستش هر سال خیلی دیر عید میشه و خیلی تعطیلات طول میکشه بر آدم. وقتی هی بزرگ میشه زود زود عیدا میان میرند و یادش میره که هر سال میتونه یک تجربه جدید باشه، یک تجربه‌ای که میتونه متفاوت با سال پیش باشه. نمیدونم چند نفرتون این تجربه رو دارید تو زندگیتون که وقتی یه مسافرت میرید، مثلا 3 روز 4 روز میرید مسافرت، مسافرتایی که کمی هیجان داره، مثلا کوهنوردی میرید با دوستاتون، تو چادر میخوابید، نمیدونم از صخره میرید بالا، یه روز سختی میکشید، یه روز از رودخونه رد میشید و وقتی 4 روز تموم میشه و برمیگردید فکر میکنید که یه عمری گذشته، یعنی که خیلی بلکه برمیگردیم 4 روز مثلا بعد خیلی اتفاق افتاده باشه. بعد میبینید که بابا برای مردمی که تو خونه هاشون نشسته بودن 4 روز مثل هر 4 روز معمولی دیگه ای بوده. یه مقداری زمان که برای آدم میگذره متناسب با تعداد خاطره هایی که تو اون مدت داره، یعنی اینکه واحد زمان برای ماها در مغزمون من احساس میکنم بیشتر متناسب است با تعداد خاطره هایی که میسازید. اگر یک هفته هر روز صبح بلند شید و شب همون کارو بکنید، تا شب همون کارو بکنید که دیروز میکردید و متوجه نمیشید که یه هفته چجوری گذشت. ولی اگر یک هفته هر روزش یک واقعه جدید برای شما اتفاق بیفته، هر ساعتش، هر دقیقهش، اون یک هفته هفته‌ای میشه که خیلی هفته بزرگی میشه براتون. عمر ما برابر با تعداد شب‌هایی که میخوابیم و بیدار میشیم نیستش، برابر وقایعی که خاطره برامون میسازن. و یکی از جاهایی که خیلی خوب میشه خاطره ساخت در مواقعی که تعطیلیه. من خودم جزو اون کسایی هم که از تعطیلی‌هایی که وسط هفته باشن بدم میاد، از تعطیلی که آدم فقط تنها کاری که میتونه بکنه اینه که یه روز بخوابه، سخت نگاه کنه تو خونه، یا کمی ورق بزنه کاغذاشو و هیچی نگه نباشه، به نظرم تعطیلی نیست. تعطیلی ارزش داره که باهاش بشه خاطره ساخت، باهاش بشه مسافرت رفت، باهاش رفت گردش رفت، باهاش با دوستان بشه رفت بیرون، با خانواده بود. امیدوارم که از تعطیلاتتون به محو احسن استفاده کرده باشید، پر خاطره استفاده کرده باشید. اگر تعطیلات پر خاطره ای بوده تعطیلات خوبی بوده، تعطیلات کم خاطره ای بوده یه مقداری زیادیشو حروم کردید و من متاسفم براتون. خب اجازه بدید که وارد درسمون بشیم. نه؟ نمیدید اجازه. میخواید خاطراتتون رو خاطرات نوروزتون رو میخواید تعریف کنید؟ خب بیاد بفرمایید.
امتحان تا کجاست؟ امتحان سوالهایی از این جنس باید از دفتر فیزیک پایه در طبقه همکف ساختمان دانشکده فیزیک پرسیده بشه. امتحان تا کجاست؟ تا چه روزیه؟ چه ساعتیه؟ چه وقتیه؟ این سوالا سوالای درسی نیست. سوال درسی از من بپرسید. ولی به خاطر اینکه من قبل از اینکه بیام از دفتر فیزیک پایه رد شدم از جلویی و درو باز کردم و پرسیدم، فهمیدم که امتحان تا همون جاییه که من قبل از درس دادم. از امروز درسی که میدم تو امتحان پایان ترمتون خواهد اومدش. مغناطیس. هر سوالی در مورد امتحان دارید از دفتر فیزیک پایه در طبقه همکف ساختمان دانشکده فیزیک بپرسید. خب سوال دیگه نیستش. خب تا اینجا ما توی این کلاس جلو رفتیم که با بار الکتریکی آشنا شدیم، با جریان بار الکتریکی آشنا شدیم، با نیروهایی که بارهای الکتریکی بر هم وارد می‌کردن آشنا شدیم، با میدانی که بار الکتریکی تولید می‌کرد، میدان الکتریکی آشنا شدیم. ولی من در اولین جلسات این کلاس گفتم که دو تا خاصیت هستش که بشر از مدت‌ها قبل باشون آشنا بوده. دو تا نیرو خیلی به گذشته خیلی دوری برمیگرده. یکی نیروهای اجسام باردار که به هم نیرو وارد می‌کنن، جاذبه دافعه‌شون، و یکی دیگه نیروهای ناشی از آهنربا، نیروهای آهنربایی یا مغناطیس، که اتفاقا شاید قدمت آهنربایی مقدار بیشتر هم باشه، یعنی که حداقل ثبتش کمی بیشتره که قد ثبت شده. و توی زندگی روزمره‌ام شما به معنی نیروی که احساس بتونید بکنیدش، نیروی که از زندگی روزمره بتونید احساس کنید، با آهنربایی بیشتر از نیروی الکتریکی آشنایید. نیروی بارهای الکتریکی معمولا اگر هم سر کلش ظاهر میشه جورایی مزاحم بیشتر مواقع، به خاطر اجسام باردار میشن، در نایلون نمیتونید باز کنید از هم دیگه، نمیدونم دستتون به یه چیزی تیکه کاغذی به نایلون دستتون میشه، اصلا نمیتونید جداش کنید از بدنتون، لباستون پرز میگیره، پرزا رو نمیتونید از لباستون جدا کنید، بیشتر مزاحمت ایجاد میکنه. به عنوان یک نیروی مفید در اون قسمت ملموسش که بشه لمسش کرد، نیروی که احساسش کرد، خیلی کم در زندگی روزمره باش آشنایید. ولی در مورد آهنربایی خیلی بیشتر باش آشنا هستید. چند تا آهنربا میتونید مثال بزنید که در زندگی روزمره باشون درگیر هستید؟ در یخچال. مهمتر از در یخچال که با کمک آهنربا باز و بسته میشه، یعنی قفل محکم میشه وقتی بسته میشه، اون چیزایی که رو در یخچال میچسبونید. همه‌تون الان رو در یخچالاتون یه چیزایی چسبوندید. نچسبوندید؟ این دفعه برید نگاه کنید، حتما چسبونده مامان. شما یادت ندیدید. این از عدم توجه شماست. اون آهنربا به عنوان یک ابزار ساده تو زندگی امروزمون خیلی وارد میشه. مثال سادهش همین در یخچال یا اون آهنرباهایی که میچسبونه به در یخچال، به اینا آهنرباهای دائمی میگیم ما. و مقدار زیادی حمل دارید میکنید با خودتون الان. آهنربایی که دارید حمل میکنید کجاست؟ میکروفون و بلندگوی موبایلاتون. آهنربا دارن حتما توشون. توی همین اتاق هم من دارم آهنربا حمل میکنم. هم داخل این آهنربا هستش، هم توی اسپیکر این بلندگویی که اینجا داره توی این سالن صدا رو پخش میکنه، اونجا هم دارید بلند از آهنربا استفاده میکنید. دیگه کجاها آهنربا دارید تو زندگیتون؟ خیلی ها، اگه بخواید فکر بشمارید خیلی زیاد آهنرباهایی که در اطراف ما به عنوان کاربردی در زندگی اطراف ما هستش. کی میتونه مثال دیگه بزنه؟ چی؟
اون بله به عنوان یک کاربرد در قسمت جدا برای جدا کردن قسمت‌های فلزهای آهن ربایی از غیر فلزها یا غیر فلزهای غیر آهن ربایی در زباله‌های جداسازی زباله‌ها استفاده میشه از آهن رباها. دیگه جهر ثقیل، جهر ثقیل میتونه همینجوری کار بکنه. بله موتور، این همه موتور تو زندگی، موتورهای الکتریکی تو زندگیتون هست. توی ماشینی که شما سوار میشید، برف واکنش، استارتش، شیشه بالابرش، همه اینا موتورن و همه اینا آهن رباتشون داره. یعنی اینکه آهن ربا در زندگی ما خیلی به ما نزدیکه و استفاده داریم میکنیم و در تمام این مثالایی که من زدم در نیروهایی هم ایجاد میکنن که برای ما بدون ابزارهای خیلی پیچیده قابل درک و لمس هستن، میشه اندازه‌گیریشون کردش. خب پس من چیزی دارم به نام یه خاصیتی هستش به نام خاصیت آهن ربایی، میخوام در مورد اون صحبت کنم. به زبون فیزیکی به این مفهوم آهن ربایی میگیم مغناطیس و میدانی که یه آهن ربا در اطراف خودش ایجاد میکنه و باعث میشه که یک اجسام آهن ربای دیگر یا آهنی رو به خودش جذب یا دفع کنه رو بهش میگیم میدان مغناطیسی. بحث مغناطیس یه بحث خیلی مهم به فیزیکه و کاربردهاش یکی از مباحث خیلی مهم در مهندسیه. در مهندسی خیلی کاربرد داره آهن ربایی. الان مثال هایی که زدم دیدید که چقدر اهمیت داره، در اطراف ما چقدر این آهن ربا زیاد هستش. خب اول سوال کنیم که چگونه میشه آهن ربایی داشت، میدان در واقع بذارید به مفهوم، حالا دیگه شما به مفهوم میدان آشنا شدید، میدان الکتریکی رو همتون میشناسید، بذارید همون مفهوم من اینجا استفاده بکنم. میدان مغناطیسی به جای میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی من چجوری در فضا میتونم ایجاد بکنم، چجوری میتونم میدان مغناطیسی ایجاد بکنم در فضا؟ دو روش برای این کار داریم. یه روشش استفاده از جریان الکتریکیه، اون چیزی که ما بهش میگیم میدان‌های آهنرباهای الکتریکی، و این آهنرباهای الکتریکی که مثالاش هم تو همین صحبت‌های شما بودش، به کمک یک جریان الکتریکی تولید میشن. موضوع بخش بعدی، فصل بعدی کلاس ماست. یعنی بعد از اینکه من جلسه رد کردم در بخش بعد که وارد بشم، موضوع تولید میدان مغناطیسی به وسیله جریان الکتریکیه. پس امروز من میتونم از این فعلا ازش گذر کنم. روش دیگه تولید میدان مغناطیسی استفاده از آهن ربای دائمیه. حالا آهن ربای دائمی چی هست؟ شما یاد گرفتید تو این کلاس که هر جسمی از یک سری ذرات بنیادی درست شده، از الکترون درست شده، در واقع اجسام از مولکول درست شدن، مولکول ها از اتم ها تشکیل شدن، اتم ها دارای ساختار ریز هستن، ذرات بنیادی نیستن. الکترون دارن، پروتون دارن، نوترون دارن. الکترون خودش ذره بنیادی، حداقل در تئوریای فعلی ما چیزی ساختار درونی نداره، ولی پروتون و نوترون دارای ساختار درونیه، از چیزایی به نام کوارک تشکیل شده. فعلا من اگه در همون حد الکترون و پروتون و نوترون بمونم به داخل نرم دیگه رو بخواد به کوارک نگاه نکنم، هر کدوم از این ذرات دارای یک خاصیتی هستن، یک سری خاصیتایی هستن که با خودشون هم میکنن. مثلا یک الکترون جرم داره، تا اینجا یاد گرفتیم، یک جرمی داره که جزء خواصشه و در واقع تمام جرمی که ما در دنیای فعلی، جهانی که این جرمی که این جهان دنیا ساخته ما میبینیم، از این حداقل ماده‌ای که به طور معموس من و شما باش آشنا هستیم، جرمشو از این ذرات بنیادیش گرفته، از جرم الکترونش گرفته، از جرم پروتونش گرفته، از جرم نوترونش گرفته. جمع این جرم هاست که جرم بدن ما رو میسازه. جرم این جرم های الکترون و پروتون و نوترون هاست که این جرم این گچ رو میسازه. یه خاصیت دیگه داشتش، این خاصیت دوم بار الکتریکی بود
که باز از مشخصه های این ذره بنیادی بودش، یعنی در واقع ذرات بنیادی متفاوت به کمک اختلاف در جرمشون، اختلاف در بار الکتریکیشون از همدیگه متمایز میشن. اینکه یک کیلو الکترون با یک پروتون فرق میکنه، برای اینکه بارش فرق میکنه، جرمش فرق میکنه، دو تا ذره متفاوتن. و دیدیم که به دلیل اینکه جرم، مفهوم جرم یک کمیتی بودش که دیگه علامت نداشت، جرم مثبت منفی ما نداشتیم، همیشه تجمع این ذرات بنیادی در کنار همدیگه برای من جرم میسازه، این گچ دارای جرم خواهد بودش. ولی در مورد بار الکتریکی، چون که دارای علامت مثبت و منفی بود، امکان داشت من ماده‌ای داشته باشم که تجمیع شده از یک مقدار زیادی ذرات بنیادی مثل الکترون، پروتون، نوترون، ولی مجموع بار این صفر باشه. من در مورد بار الکتریکی این اجازه رو داشتم که جسمی داشته باشم، جسم ماکروسکوپی داشته باشم که با وجود اینکه جرم داره، بار خالص نداشته باشه، بار کلش صفر باشه، چون اجزایی که تشکیل دهندش میتونن بارهای مثبت و منفی هم کنن و حتی این اجزا میتونن بار صفر هم بکنن مثل نوترون، ولی جزء خواصشونه. اینکه کجا اومده بحث این کلاس ما نیست، بحث اینکه چرا جرم دارد، چرا بار دارد، این بحثا، این چراها رو من نمیتونم جواب بدم، ولی اینکه وجود دارد، اندازه‌گیری میشود، این چیزیه که من در مورد ذرات بنیادی میگم. سومین نکته‌ای که وجود داره اینه که شاید تصور کنید، شما بتونید تصور کنید که من اگر میدان الکتریکی دارم و ناشی از یک بار الکتریکی است، در واقع ما بهش میگیم تک قطبی الکتریکی. حالا اگر میدان مغناطیسی داریم، شاید میدان مغناطیسی هم عاملش یک خاصیت مغناطیسی، یک بار مغناطیسی باید باشه. بار الکتریکی میدان الکتریکی تولید کرده، بار مغناطیسی میدان مغناطیسی میتونه تولید کنه. پس من میتونم تصور بکنم که تک قطبی های مغناطیسی داشته باشم ذرات بنیادی من، به اضافه اینکه جرم و بار هم میکنن، بتونن بار مغناطیسی هم بکنن. از نظر تئوری، از نظر نظری اگر نگاه کنیم به این مسئله، هیچ اشکالی نداره. حتی تئوری نظری های فیزیکی وجود داره که فرض میکنه که این باری وجود داره، ولی تا امروز دیده نشده. ما چیزی به نام بار مغناطیسی، یعنی تک قطبی مغناطیسی اصطلاحا گفته میشه، به عنوان بار مغناطیسی یا تک قطبی مغناطیسی نداریم. عملا اون چیزی که ما مشاهده میکنیم دو قطبی مغناطیسی اولین چیزی که ظاهر میشه. مثل این میمونه که شما در قطبی الکتریکی هایتون یه بار مثبت منفی در کنار همدیگه، اگر در فواصل خیلی دور می نشستن، یک میدان، یک چیزی به نام بردار دو قطبی پی معرفی کردم برای شما، یه میدان الکتریکی تو فضا درست میکرد که این شکلی بود. و برای اینکه ببینم که این از دو تا تک قطبی تشکیل شده، مثلا خیلی نزدیک در فواصل دور، این همیشه دو قطبی بودش، یک ماده‌ای بودش که فقط دو قطبی الکتریکی داشتش. حالا در مورد مغناطیس، ما هر چقدر هم به این نزدیک میشیم، این همچنان یک دو قطبی مغناطیسیه. یعنی اینکه این الکترون یک خاصیت ذاتی دیگه داره و اون داشتن یک دو قطبی مغناطیسیه. که اصطلاحا بهش میگیم اسپین. حالا این اسکوزاریا خیلی مهم نیستش، بار، اسپین، اسم دیگه، اسپین. و این دو قطبی مغناطیسی تک تک ذراتی که من اسم بردم، الکترون، پروتون، نوترون، که سازنده بدن من، سازنده این گچ، تخت سیاه و اطراف چیزی که اطراف شما وجود داره هست، این دو قطبی رو دارن. همه‌شون دارای دو قطبی مغناطیسی هستم. ببخشید. چرا بدن من آهن ربا نیست؟ چرا بدن من آهن که تشکیل شده از دو قطبی های مغناطیسی خیلی زیادی که توی اسپین، توی الکترون و پروتون و نوترونش نشسته، خاصیت آهن ربایی نداره؟ من اگه بغل در یخچال رد بشم به در یخچال نمیچسبم؟ خوشبختانه. دلیلش اینه که این اسپین ها
اصطلاحاً اسمش میگه اسپین، دو قطب مغناطیسی کمیت‌های برداری هستن و جهت‌هاشون به طور کاملاً تصادفی تعیین میشن. یعنی بدن من تعداد زیادی بردار اسپین داره، این گچ داره زیادی بردار اسپین داره که هر کدومشون یه راستای دلخواه دارن و جمع برداری این مجموعه تصادفی، بردارهای تصادفی چی خواهد شد؟ صفر خواهد شد. جمع برداری این بردارهای تصادفی، راستای تصادفی، صفر خواهد شد. حالا اگه صفر نمیشد چی میشد؟ اگه صفر نمیشد من آهنربای دائمی میداشتم که این اتفاق میفته در بعضی مواقع. وقتی که اینها همجهت بشن یا حداقل قسمتی از اینها، نه همشون، قسمت خیلی کوچیکی، درصد خیلی کوچیکی از این اسپین ها اگر همجهت بشن، میدان های این موجودات با هم دیگه برهمنهی خواهد کرد و در نهایت یک میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی برایندی خواهم داشت که بهش ما میگیم آهنربا. بعضی از مواد این اتفاق درشون میفته. چرا میفته؟ بحث خیلی حالا پیچیده‌تری داره که از این موضوع این کلاس ما یه مقداری فراتره. ولی آهنربای دائمی یعنی پس یکی از مکانیزم هایی که ما میتونیم میدان مغناطیسی داشته باشیم، داشتن آهنربای دائمی یا به معنی همجهت شدن اسپین ذرات تشکیلنده یک ماده است که میتونه کمک کنه آهنربای دائمی داشته باشیم. خب این تا اینجا برای اینکه ما ببینیم چگونه میدان مغناطیسی میتونیم داشته باشیم. بس دو روش داشتیم، یکی ایجاد استفاده از بار، جریان بار الکتریکی، دومی هم صدایی و همراستایی اسپین های ذرات تشکیل دهنده، دو قطبی های مغناطیسی ذرات تشکیل دهنده یک ماده که به من چی رو خواهد داد؟ یک میدان برایند غیرسیف. خب حالا بیایی بریم سراغ این که میدان مغناطیسی. من صدای خودم دوباره میشنوم، اشکال داره؟ بفرمایید. چرا همدیگر رو؟ چرا همدیگر رو دفع نمی کنن؟ به خاطر اینکه نیروهای دیگه هم وجود داره کنار، نگه داشته در کنار همدیگه. فقط میدان مغناطیسی نیروی مغناطیسی ندارن. در واقع نیروهای مغناطیسی میتونن باعثشن کنار همدیگر دفع بکنن. ولی اینها به دلیل نیروهای الکتریکی در کنار همدیگه قرار گرفتن که قوی تره اینجا. آن میدان ها چرا تضعیف نمیشن؟ یه جاهایی تضعیف میشن، ولی در این بردار و این بردار در این وسط جاهای همدیگر تضعیف میکنن میداناشون، ولی در این نقطه میدان این و میدان این خیلی با هم فرق نمیکنن، همدیگر تقویت میکنن. در خارج از مجموعه است که معمولا میدان تقویت شده داریم و اتفاقا به دلیل اینه که شما قطب دارید یه جاهایی، یعنی یه جاهایی که اینا خیلی خوب همدیگر تقویت میکنن، میدان این خطوط میدان خیلی به هم نزدیک میشن و شما میگید قطب آهنربا، که حالا من بهش میرسم در مورد قطب آهنربا. نه نه، بستگی به ماده داره، بستگی به مواد. معمولا اگر شما از یک عنصر استفاده میکنید، آره، موضوع که این الکترون نیستش، این خودش برایند. مثلا سوال خوبیه، ما وقتی که یه مولکول داریم، از تعداد زیادی یا اتم داریم، مثلا اتم در نظر بگیم، اتم داریم، تعداد زیادی پروتون و نوترون و الکترون داره. کل این مجموعه اسپیناشو میتونن همدیگر خونسا بکنن و شما یک اتم غیر مغناطیسی داشته باشید. مثلا اگر اوربیتال S داشته باشید، اوربیتال S اوربیتال متقارنه، الکترونی که در اوربیتال S نشسته، شما سه دوبار میشنوید؟ آره؟
نه؟ الکترون هایی که در اوربیتال اس نشستن به خاطر تقارن اوربیتال اس، اسپین برآیندشون صفره. ولی الکترون هایی که مثلا در اوربیتال های دی میشینن برآیندشون صفر نمیشه. اینا مهمه، یعنی اینکه ساختار اتم مهمه. برای همین اتم آهن یا اتم مغناطیسی میشه، اتم هیدروژن اتمش، حالا مولکولش هم بذاریم کنار، اتم هیدروژن اتم مغناطیسی نیستش. در واقع بعدش این بحث اتم هاست. حالا اتم ها بغل هم قرار میگیرن، یه ساختار کریستالی درست میکنن. حالا تو اتم ها میتونن باز همجهت باشن، اسپیراشون میتونن نباشن. شما میتونید آهنی داشته باشید که آهنبای دائمی باشه، میتونید آهنی داشته باشید که نداشت نباشه آهنبا دائمی. این اتفاق میتونه در مورد هر دو بیفته. خب سوال دیگه، اگه ما میدان مغناطیسی رو داشته باشیم، پس فعلا من تا اینجا توضیح دادم که چگونه میشه میدان مغناطیسی داشت. همون آهن ربای دائمی که به دیواری به در یخچال میچسبه چرا وجود داره؟ ولی این که این وجود، این میدان وجود داره، یه مقداری ما رو هنوز کافی نیستش برای اینکه ما به سمت این بریم که در مورد این میدان صحبت کنیم، چون که ما باید به عنوان فیزیکدان باید همه چی رو کمی کنیم، اندازه پذیر باشه همه چی. میدان قوی، میدان ضعیفی که من صحبت میکنم یعنی چی؟ خب اگه من تک قطبی مغناطیسی داشتم میتونستم میدان مغناطیسی رو اندازه گیری کنم، مثل میدان الکتریکی. میگفتم میدان الکتریکی نسبت نیروی الکتریکی تقسیم بر بار الکتریکیه. این کاری که قبلا کردیم تو این کلاس، میدان الکتریکی رو من بر اساس دو تا کمیتی که میشناختم، بار الکتریکی، تک قطبی الکتریکی و میدان مغناطیسی و نیروی الکتریکی، نیرویی که به این بار وارد میشه، میدان حساب اندازه‌گیری کردم. حالا یه چیزی دارم به نام میدان مغناطیسی، با بی نشونش میدم و میخوام اندازه گیریش کنم، ولی تک قطبی مغناطیسی ندارم. تک قطبی مغناطیسی وجود نداره، چجوری میدان مغناطیسی رو اندازه گیری کنم؟ خب اینجا طبیعت به کمکمون میاد. درسته که میدان مغناطیسی ناشی از یک تک قطبی مغناطیسی نیست و تک قطبی مغناطیسی وجود نداره که بذارم تو میدان و میدان اندازه گیری کنم، ولی میدان مغناطیسی به بار الکتریکی، به تک قطبی الکتریکی نیرو وارد میکنه، به شرط اینکه اون بار در حال حرکت باشه در میدان، در به این بار ساکن نیرو وارد نمیکنه. یعنی اگر من در فضایی در یه آهنربای دائمی داشته باشم یا یه آهنربای الکتریکی داشته باشم و میدان مغناطیسی در اطراف داشته باشم، یک ذره باردار الکتریکی، مثلا یه الکترون یا یک پروتون رو بفرستم توی میدان، با یک سرعتی حرکتش بدم، این ذره در اینجا تحت تأثیر میدان مغناطیسی نیروش وارد میشه. یعنی اگر میدان مغناطیسی باشه یا نباشه فرق میکنه حرکت این ذره، و میشه این حرکت رو بررسی کرد و نیرو رو میشه اندازه‌گیری کرد. از شتابی که این ذره میگیره میشه نیروش اندازه‌گیری کرد، و این کمک میکنه که ما میدان مغناطیسی رو اندازه‌گیری کنیم. چرا؟ چون اگر من باری رو بفرستم که سرعتش همون سرعت قبلی باشه، مقدار بارم عوض نشه، با تغییر میدان مغناطیسی میتونم این نیرو رو زیاد و کم کنم. پس این نیروی وارد شده متناسب با میدان مغناطیسیه و این ابزار اندازه‌گیری میدان مغناطیسی میده. پس من برای اینکه بتونم میدان مغناطیسی رو اندازه‌گیری کنم به طور کمی، باید بگم که به یک بار متحرک در داخل یک میدان مغناطیسی چه نیرویی وارد میشه. تجربه آزمایش به ما میگه که این چه نیرویی وارد میشه. اگر در نقطه، در ناحیه از فضا من یک میدان مغناطیسی ثابت داشته باشم، فرض میکنم که بی به سمت داخل تخته، به سمت داخل تخته سیاه، و مقدارش در این ناحیه ثابت باشه،
و بعد یک ذره باردار رو بار کیو رو بفرستمش داخل این با سرعت وی و بعد از روی تغییر راستای حرکت این شتابش رو به دست بیارم و نیرو به دست بیارم، متوجه میشم که نیروی مغناطیسی، نیرویی که به این ذره به واسطه میدان مغناطیسی وارد میشه، من این بی میذارم به معنی اینکه میدان مغناطیسی نیرو داره وارد میکنه، به سه تا عامل بستگی داره. به خود بار که چقدر بار داریم، بار دو برابرش نیرو بیشتر میشه متناسب با اونه. به سرعت بار، بار اگه سکوت ساکن باشه نیروش وارد نمیشه. و به مقدار میدان الکتریکی مغناطیسی ما، با هر سه اینها متناسبه. ولی به یه عامل دیگه هم بستگی داره. کی میدونه؟ راستای بردار وی و این دوتا دوتا کمیت برداری هستن و راست زاویه بینشون اهمیت داره میکنه. و اون چیزی که ما از این آزمایش میبینیم، میبینیم که این رابطه صحت داره، یعنی اینکه میدان مغناطیسی به ذره باردار که با صورت وی حرکت میکنه نیروی وارد میکنه که از این رابطه به دست میاد. رابطه خیلی مهمیه، اطلاعات خیلی زیادی درش هستش. یعنی تو این شکل اگر کیو داره اونجوری وارد میشه، من برای محاسبه وی ضرب در بی از قانون دست راست استفاده میکنم، وی ضرب در بی نیروی اف رو در این راستای 60 من خواهد دادش. وی ضرب در بی، اگه وی رو من در این راستا گرفتم، بی رو به سمت داخل گرفتم، به این ذره اگر کیو مثبت باشه یه نیروی این طرف، این ذره برای کیو مثبت، و اگر منفی باشه در این جهت حرکت خواهد کردش. اگر کیو مثبت باشه در اون جهت. نکته ای که مهمه اینه که نیرو همیشه ضرب برداری دست میکنم، نیرو همیشه بر وی عموده، در راستای وی نیست. از مکانیک کلاس ترم پیشتون فیزیکیه که تون میتونید که اگر نیرو عمود بر وی باشه نمیتونه شتاب مماسی بده، فقط شتاب جانب مرکز دورانی به ما میده و حرکت دایره‌ای خواهد شدش. به این معنی که این ذره‌ای که داره حرکت میکنه روی یک مسیر دایره داره حرکت میکنه، این قسمتی از یه دایره است. این ذره تا زمانی که داخل میدان بی هست قسمتی از یک دایره است و سرعت ذره عوض نخواهد شد، چون نیرو در راستای وی نیست، به شتاب در نمیده، سرعت خطی رو افزایش نمیده، فقط در راستای عمود اندازه سرعت رو نمیتونه عوض کنه، جهت سرعت عوض میکنه. پس من فقط یک حرکت دورانی خواهم داشت توی این مسئله که جهت حرکت دورانی بستگی به این داره که بار مثبت یا منفی باشه. حالا اگر سرعت در راستای عمود بر بی نباشه، مؤلفه ای که در راستای بی هست هیچ تأثیری نداره، فقط مؤلفه ای که در راستای عمود بر بی هست در اینجا نقش بازی خواهد کردش، اون مؤلفه عمود بر بی نقش بازی خواهد کردش. این آزمایشو خیلی قشنگ در فضایی که بهش میگن اتاق ابر میشه انجامش داد. اتاق ابر در واقع یک فضاییه که مقدار زیادی گاز اونجا وجود داره که این گازها در شرایط خیلی اشباع آماده میان قرار گرفتن و اگه ذره پر انرژی توی اونجا رد بشه، اختشاشی که توی محیط ایجاد میکنه یک اثر از ذرات در واقع چگالیده ایجاد میکنه، میان ایجاد میکنه که اینها تحت تابش نور خیلی راحت میشه دیده شد، مثل ردیه که هواپیما پشت خودش روی هواپیما موتورهای جت روی فضا هوا می‌ذارن و یه شما ابر پشت سرشون می‌بینید، در صورتی که ابری وجود نداشته، در صورتی اختشاشی که اینا ایجاد می‌کنن و حالا آبی که اونجا بخار آبی که ایجاد می‌کنن خودشون باعث میشه که یه خط ابر بذاره. این آزمایش میشه توی آزمایشگاه انجامش داد، برای اتاق ابری ذرات پر انرژی رو داخل سیستم می‌فرستن
و این ذرات اگر باردار باشن شروع میکنن حرکت های دایره ای میکنن، اگر این فضا فضای بزرگتری باشه اینا میتونن بچرخن توش، پس دیگه داره این شعاع حرکت چیه. و بعضی وقتا اتفاقای دیگه ای میفته، این ذرات اگر خیلی پر انرژی باشن به ذراتی از اتم های اون محیط برخورد میکنن و باعث میشن مثلا الکترون ها یا پوزیترون حتی ذرات با بار مثبت ایجاد بکنن در داخل سیستم و در درون خودشون با بار متفاوت و سرعت متفاوت و در داخل خودشون همچین تصویرهای شما دور میبینید. یعنی اینکه اینجا یک الکترون پوزیترون درست شده که دارن میچرخن در جهت خلاف هم دیگه. این آزمایش‌های اتاق عقب میشه به راحتی اینها رو دیدشون. خب پس من برای میدان مغناطیسی اندازه‌گیری مغناطیسی یه روش دادم به شما. اگر V و B عمود باشه در حالت خاص، این رابطه رو میتونم این شکلی بنویسم که اندازه B مساوی است با نیرویی که عمودی که به ذره وارد شده تحت میدان مغناطیسی تقسیم بر Q ضرب در V. و از اینجا شما الان یک کیسر کمیت قابل اندازه‌گیری دارید که بلدید اندازه‌گیری کنید، قبلا بلد بودید اندازه‌گیری کنید، به کمک اون میتونید میدان مغناطیسی اندازه‌گیری کنید. واحد میدان مغناطیسی چی میشه؟ واحدش میشه نیوتن تقسیم بر کولون، واحد بار تقسیم بر سرعت متر بر ثانیه. پس واحد میدان مغناطیسی در SI میشه نیوتن بر کولون بر متر بر ثانیه، که ما ترجیح میدیم این ثانیه رو از زیر متر برداریم بذاریم زیر کولون و این واحد جریان میشه، میشه آمپر. نیوتن بر آمپر متر واحد میدان مغناطیسی میشه، چون که واحدیه که خیلی زیاد استفاده میشه ازش و ما خیلی باش کار داریم، برایش یه اسم تعیین میکنیم همونجوری که برای نیوتن این کارو کردیم. نیوتن واحدی بودش که جرم کیلوگرم ضرب در متر بر مجذور ثانیه، گفتیم یک نیوتن چون که زیاد استفاده میشد. اینجا برای خود اینم یک واحد درست میکنیم، اسمش میذاریم تسلا، به خاطر کارهایی که تسلا در مورد مغناطیس کرده واحد تسلا. پس تسلا واحد میدان مغناطیسی در SI در دستگاه SI. یه سوال بودش بفرمایید. الان نه من وی رو میتونم به روش دیگه هم دیگه کنم، الان میتونم تو آزمایشگاه عکس این کار انجام بدم، یعنی اینکه میدان مغناطیسی رو یه جوری بسازم و بدونم چند تسلا است دقیقا و وی رو به عنوان اندازه‌گیری وی استفاده کنم از این ابزار. ولی واقعیتش اینه که من دارم میگم که من میتونم وی رو با روش های دیگه هم اندازه‌گیری بکنم، بلدم سرعت رو قبلا بلد بودم اندازه‌گیری کنم، بارم به روش های دیگه بلدم اندازه‌گیری کنم و میتونم میدان مغناطیسی با اون نیرو رو هم که بلدم اندازه‌گیری کنم، از همه اینا میتونم وی رو به دست بیارم. بله خیلی کار سختی نیستش. نکنید بعد بیرو من میتونم دیگه کنم این بار ذره، فرض کنید که الکترون، من میرسم توی این کلاس بیشترم بهش میرسم، فرض کنید ذره تو الکترون باشه، من الکترون رو میذارم توی یه دونه خازن که دوتا سوراخ داره، از این سوراخ وارد الکترون وارد میشه، از این سوراخ خارج میشه و در داخل این شتاب بهش میدم، یعنی اینکه این برای صفحه بار منفی داره این صفحه بار مثبت داره، میدان الکتریکی اینجا دارم. اختلاف پتانسیل این دو نقطه چیه؟ وی، اختلاف پتانسیل خازنه. پس الکترون از اینجا به اینجا حرکت میکنه به اندازه ای ضرب در وی الکترون ولت، اختلاف پتانسیل الکتریکی میره پایین تر. بعد معادلش قانون بقای کار و انرژی، به انرژی جنبشی گرفته تو اینجا. از اینجا من میتونم سرعت خروج الکترون اندازه گیری کنم با کمک این دستگاه و میتونم کنترلش کنم. پس من میتونم اینجا این ذره ورودی رو با کمک همچین دستگاهی سرعتش رو کنترل کنم، سرعتش رو زیاد و کم میکنم و میتونم رابطه رو تحقیق کنم. سرعت من میدونم اصلا، خودم کنترلش دارم میکنم سرعت رو به کمک این رابطه و قانون اینکه انرژی جنبشی بزن انرژی پتانسیل مقداری ثابتی هست،
من میتونم سرعت ذرات خارج شده رو کنترل کنم. خب الان نمیدونیم واقعا. تنوراش اینه که اصل برهمه رو قبول کنید و میدان مقدسی کلیسا با یه آهن رو داشتید دو تا آهن رو باش بکنید. خب پس واحده که من برای میدان مقدسی بکنم، پس میدان مقدسی من تونستم اندازه‌گیری کنم، واحدش شدش تسلا در دستگاه اس آی نیوتون آمپر متر. و تسلا واحد خیلی بزرگیه. تسلا واحد خیلی بزرگیه به این معنی که ما توی بزرگترین آزمایشگاه‌های دنیا میدان‌های از مرتبه 10 تسلا بیشتر نمیتونیم درست بکنیم. میدان‌های مقیاسی که در زندگی روزمره ما باهاش درگیر هستیم خیلی کوچکتر از تسلاست. معمولاً در توان منفی 3 منفی 4 تسلا هست، میلی تسلا هستن. برای همین میدان مقیاسی که میدان مقیاسی که برای شما خیلی آشنا شاید باشه و شنیده باشید، یکی از میدان مقیاسی که خیلی براتون آشنا باشه و شنیده باشید میدان مقیاسی زمینه. میدان مقیاسی زمین تقریبا در توان منفی 4 تسلا است، بوده کمتر در توان منفی 4 تسلا است. این در توان منفی 4 تسلا واحد خیلی معقول تری ملموس تری در زندگی روزمره برای میدان مقیاسی از خود تسلا است، بیشتر کاربرد خواهد داشت و برای همین زیاد به گوشتون میخوره و اون واحد گاوسه، بهش گفته میشه یک گاوس در توان منفی 4 تسلا است. و اگر شنیدید که گاوس با تسلا، گاز به خاطر اینکه اندازه‌ای که میدان‌های اطراف ما خیلی به گاز نزدیک هستن. بیشترین میدان مقیاسی هم که میشه متصور بود در ستاره‌های این، من گفتم 10 تسلا تو آزمایشگاه طول دید میدان مقیاسی آزمایشگاه است، ولی در ستاره‌های نوترونی که تمام ستاره از نوترون خیلی چگالی درست شده و اینا در سطح فاصله خیلی کمشون هم به هم همجهت هم میشن و میدان مقیاسی خیلی زیاد درست میکنن، از مرتبه 10 به توان مثلا 6 اوردر 10 به توان 7 8 تسلا تو اینها میشونه میدان مقیاسی داشته باشیم، حتی بیشتر میتونیم میدان مقیاسی داشته باشیم در اون شرایط. ولی در روی کره زمین معمولا نمیتونیم در آزمایشگاه بیشتر از 10 تسلا با میدان درست بکنیم. یک دو تا تسلا میدان خیلی قویه، میدان یک دو تسلا میدان های خیلی قویه هستن که بعد در مورد جلسات بعد در مورد اینکه چجوری درستشون رو میکنیم و کمی وقتی آشنا شدیم با سیستم های روش تولید میدان مغناطیسی به کمک جریان الکتریکی و وقت در موردش صحبت خواهم کرد. خب نکته دیگه که من بعد اینجا بگم در مورد این آهنرباهای دائمیه و این میدان مغناطیسی که من اینجا کشیدم اطرافش، خطوط میدانی که من کشیدم با مشابهت با خطوط میدان الکتریکی کشیده شد برای دو قطبی الکتریکی. ولی یادتون باشه که دو قطبی الکتریکی در حقیقت یک مجموعه ای هست که از دو تا تک قطبی الکتریکی درست شده و اگر من میدانهاشو بخوام رسم بکنم، میدان از بار مثبت خارج میشه به بار منفی وارد میشه. پس در میدانهای الکتریکی خطوط میدان همواره از بار مثبت خارج میشدن و بار منفی وارد میشدن. در داخل اینم اگر من میخواستم بکشم من اینجوری میکشیدم، از بار مثبت به بار منفی، و وقتی که سطح گوس حول بار مثبت میذاشتیم، حول بار مثبت سطح گوس همیشه میدان به طرف خارج بود، یعنی اینکه ما یه چشمه میدان داشتیم، و حول بار منفی اگر من سطح گوس میذاشتم میدان ها به سمتش وارد میشدن، یک چاه با میدان داشتیم. در مورد میدان مغناطیسی به دلیل اینکه ما تک قطبی نداریم، این خطوط میدان همیشه بسته هستن، یعنی خطوط میدان مغناطیسی یا آهنربا این شکلی هستش. میتونید تصور کنید که اون دو قطبی ها انقدر به هم نزدیک، دو تا تک قطبی به هم نزدیک که هیچ وقت شما نمیبینیدشون،
پس اون فاصله بینشون رو نمی‌بینید که اینا بتراشن. همیشه خود میدان مقدسی بسته هستن. و این یه نکته خیلی مهم داره به ما میده. یه خاصیت خیلی مهم میده که اگه من سطح گوس رو هر جایی به در نظر بگیرم، انتگرال میدان مقدسی روی این سطح گوس باید چی بشه؟ شارع ورودیش صفر بشه. چون تک قطبی، اگه صفر نشه تک قطبی مقدسی وجود داره. گفتم تا امروز ما تک قطبی مقدسی کشف نکردیم. تئوری نمیگه نمیتونه باشه، ولی وجود نداره حداقل. ما اعتقاد داریم که هنوز آزمایشی که بتونید کشفش کنید وجود نداشته. بس پس تا با علم امروز هر سطح گوسی در هر نقطه‌ای شما بگیرید، این سطح گوس میدان مقدسی در داخلش صفر هستش. تک قطبی مقدسی صفر، مقدار شار مغناطیسی روی دیواره صفر هستش. خب این یه تصویر شاید ناقص رو برای شما کامل بکنه، و اونه که اگه من یه آهنربای مغناطیسی رو، آهنربای دائمی رو بشکنم چه اتفاقی میفته؟ باز هم دو تا مجموعه خواهم داشتش که میدانه مغناطیسیشون این گونه خواهم بودش هر کدومشون. در واقع میدان مقیاسی آهنربای دائمی همیشه شبیه یک دو قطبی مقیاسیه که همیشه این شکل خواهد داشتش. و در درون این آهنربای دائمی معمولا این چگالی میدان در دو ناحیه بالا و پایین بیشتر میشه. این یعنی برای آهنربای میله‌ای، آهنربای میله‌ای نباشه مثلا کروی باشه، این بستگی داره به شکل قرار گرفتن اون اسپین‌ها، من نمیدونم چگونه هستن، برای همیشه یه جاهای چگالی بالا و پایین، چگالی بالاتر بیشتر و کمتر خواهد شدش. تو این دو قطبی در کل دیدی که دو قطبی به من خواهد داد که این ناحیه رو ما بهش میگیم قطبین آهنربا. اینا قطب هستن. چجوری تعیینشون میکنیم؟ اینا رو باید روبروی هم قرار بدیم. اگر من در یک آهنربا قطبینش رو بشناسم، این به دلیل اینکه این خطوط میدانی که از اینجا خارج میشه و این اینجا وارد داره میشه در یک جهت هست، در جهت همدیگه هستن، همدیگه رو جذب میکنن مثل بار مثبت. تصویر همون دو قطبیایی که از الکتریکی میآمدن، مثل این میمونه که بار مثبت الکتریکی اینجا نشسته و منفی نشسته، مثبت اینجا نشسته، همدیگه رو جذب میکنن. ولی اگر دو قطب همنامو به هم نزدیک بکنم، همدیگه رو دفع میکنن. توجه کنید که قطب واقعا به معنی تک قطبی نیستش در اینجا، فقط به معنی تراکم میدان مقدسی در اونجا هستش که خود میدان مقدسی و میدان تقویت قوی بودن میدان در اون ناحیه است که باعث میشه که وقتی اینا رو به هم آهنربا رو نزدیک کنیم، بیشتری نیرو در اون نواحی احساس بشه. پس من اگر یک آهنربا داشته باشم که قطبینش مشخص باشه، آهنربای بعدی رو میتونم به کمک آزمایش خیلی ساده به دست بیارم. اگر جهت‌های کمدیگر دفع میکنن، قطبای همنام هستن، اون یکی غیر همنام. ولی چگونه حالا اولین آهنربا رو تعیین کنم قطبینشو؟ این کار به طور تاریخی با کمک میدان مقیاسی کره زمین انجام شده. کل کره زمین مشابه یک آهنربای بزرگ رفتار میکنه که هنوزم که هنوز ما دلیلش نمیدونیم. نظریه‌ای وجود داره که چرا میدان مقیاسی داره کره زمین، ولی هیچ کدوم از این نظریه اثبات نشدن. در حقیقت ما از ستاره هایی که چندین میلیون سال نوری میلیون از ما فاصله دارن، بعضی وقت اطلاعات بیشتری داریم از نسبت به چند صد کیلومتر زیر پامون. ما نمیدونیم که در داخل کره زمین چی وجود داره. هرچی هم که میگیم نظریه است، هیچ کدومشون اثبات نشده. در داخل کره زمین ما اطلاعات از داخل کره زمین نداریم. و یکی از چیزایی که نمیدونیم اینه که چرا کره زمین مغناطیس داره، خاصیت مغناطیسی داره. ولی اون چیزی که میدونیم اینه که این خاصیت مغناطیسی وجود داره. یعنی کره زمین که یک کره است که تقریبا جسمش تقریبا کرویه که حول محور میچرخه، این کره دارای یک خاصیت مغناطیسیه که دقیقاً هم محور میدان مقناطیسیش، این دو قطب مقناطیسیش هم جهت با محور زمین هم نیست، یه ذره انحراف داره. و
قطبینی و این شبیه یک آهنربای بزرگ رفتار میکنه. حالا اگر من یه آهنربای کوچیکو در روی کره زمین در اینجایی که هستم اجازه حرکت راحت بهش بدم، به دلیل میدان مغناطیسی که این آهنربای بزرگ داره جهتگیری میکنه و برای من یه قطب نما درست میکنه. یکی از این جهت ها به سمت شمال قرار میگیره، شمال جغرافیایی، و یکی از اینها به سمت جنوب جغرافیایی قرار میگیره. برای همین به این آهنربای ساختم میگم قطب شمال و قطب جنوب، و از اینجا به بعد آهنربای دیگر هم میتونم به کمک این بشناسم دیگه، و هر آهنربای رو به کمک میدان زمین میتونم جهتش رو تعیین کنم. و یادمون باشه که اگر این کارو بکنیم اینجا قطب شمال جغرافیایی حتما باید قطب جنوب این آهنربای کره زمین باشه، و قطب جنوب جغرافیایی قطب شمال آهنربای زمین باید باشه. و اینکه این دو تا هم محور هم هستن هنوز هیچ دلیل نداریم که باشن، و اصلا میتونن نباشن، و تئوریایی هست که میگه میتونه نباشن و چرخیده باشن. تئوریایی هستش که میگه در گذشته چندین بار چرخیده این آهنربای زمین نسبت به محور دوران زمین، قطبین جغرافیایی آهنربای زمین چرخش کرده، و الان حتی نظریه‌ای هستش که میگه در آینده نزدیک این اتفاق خواهد افتاد. یعنی علائمی داره دتکت شده که بعضی‌ها این علائم رو به عنوان نشانه‌هایی از تغییر ناگهانی راستای آهنربای زمین میدونن. یکی از راه‌هایی که آهنربای کره زمین رو در گذشته میشه راستاشو تشخیص داد اینه که به روی سنگ‌های رسوبی میشه نگاه کرد، و این سنگ ها قسمت های مغناطیسی شون، اون مواد مغناطیسی شونه که توشون در هنگام ساخته شدن این سنگ ها در سال های خیلی گذشته جهتگیری کردن، احتمالا بعد جهت اسپیناشون جهت اسپین کره زمین در اون زمان باشه، میدان زمین در اون زمان بوده باشه، و میشه به کمک اونا فهمید که در گذشته کره زمین این راستهاش در کدوم راستا بوده. یکی از روش هایی که مردم میتونن به کمک اون تشخیص میدن که میدان مغناطیسی کره زمین جهتش چرخیده، نه دلیلش رو میدونیم، نه اینکه چرا چرخیده، و اینکه در آینده چگونه خواهد چرخید. اینها چیزایی که ما هنوز اطلاعات زیادی ازش نداریم، ولی میدونیم که وجود داره. خب حالا این داستان آزمایشی که من گفتم و این نیروی مغناطیسی که اینجا مطرح شد، این خیلی آزمایش مهمیه، آزمایشی که اثر میدان مغناطیسی روی ذره به طور تاریخی، چون که بیش از حدود 120 سال پیش باعث شد که این آزمایش اصلا الکترون کشف بشه. ما سالهایی که با بار الکتریکی و جریان الکتریکی آشنا بودیم خیلی بیشتر از این تاریخ 120 سال است که من دارم میگم، و ابزارهایی طراحی شدند که به کمک این ابزارها جریانهای بار در فاز خلا هم میتونستن داشته باشن. به اینها میشه گفتن لامپهای خلا یا لامپهای کاتودی خلا. این لامپها کارشون چی بودش؟ مثال خیلی آشناشون لامپ اسیلوسکوپه. یک لامپ خلاص، یک محفظه شیشه‌ای که هوا توش تخلیه شده، این دیوارش صفحه نمایششه، اون صفحه اسیلوسکوپی شما می‌بینید، از یک ماده پوشانده شده که در اثر برخورد الکترون‌های پرسرعت نور ساطع می‌کنه، سبز رنگ دیده میشه. الکترون سبز نیست، ولی اون ماده در اثر برخورد الکترون نور سبز رنگی به شما میده. پس من به کمک این وسیله میتونم راستای حرکت الکترون رو حداقل اطلاعاتی در مورد این مسیرش داشته باشم که کجا داره میخوره. در ورودی این ابزار چند تا چیز نشسته. یکیش یک سیم خیلی کوچیکه، سیم پیچ خیلی کوچیکه که با یک جریان ولتاژ خیلی نسبتاً بازم کم داغ میشه یه ذره، نه خیلی زیاد،
ولی انقدر همینقدر داغ شدن کافیه که تعدادی از الکترون‌هایی که در این سیم هستن و دارن حرکت میکنن به اندازه کافی انرژی به دست بیارن که بتونن از این ساختار کریستالی فرز خارج بشن. مثل پدیده تبخیره، وقتی من آب دارم، این آب حتی وقتی که خیلی دور از نقطه جوش هستم، حتی خیلی دور از نقطه جوش هستم، آب تبخیر میشه. یه ظرف آب بذاری توی اتاق تبخیر میشه، چون که همیشه یک سری از اتم ها و مولکول های این آب وجود دارن که اونقدر سرعت دارن به طور تصادفی که میتونن از این سطح جدا بشن و دیگه بر نگردن به این سطح، در تاثیر نیروهای کششی بر نگردن به این سطح و دور جدا بشن، و این باعث میشه که آب یواش یواش تبخیر بشه. من اگر بیام دمای آبو بالا ببرم، شانس اینکه این از الکترون مولکول ها ایجاد بشن، مولکول هایی که با سپر و سرعت رو دارم، شانسشو بیشتر میکنم. برای همین مولکول ها وقتی دما رو بالا ببرم، این آب سریعتر تبخیر میشه، نه اینکه هنوز به نقطه جوش نرسیدن، ولی آب 10 درجه زمان بیشتری میکشه تا تبخیر بشه تا آب مثلا 60 درجه آب که گرم میشه، به خاطر اینکه شانس ساختن الکترون مولکولی با دمایی به سرعتی که بتونه از این سطح خارج و دیگه برنگرده رو دارم بالا ببرم. همین کارو من میتونم با الکترون ها بکنم. اگر این سیم رو داغ بکنم، این سیم ازش الکترون داره خارج میشه، تعداد الکترون ازش پرتاب میشه بیرون، به خاطر اینکه الکترون ها داغ میشن و میتونن فرار کنن. حالا الکترون هایی که پرتاب شدن بیرون به کمک یک میدان مغناطیسی الکتریکی که بین باز همین سیم و یک صفحه رسانه‌ای دیگه درست میکنم، یعنی یک اختلاف پتانسیل بین این دو نقطه ایجاد میکنم، یک اختلاف پتانسیل V، الکترون هایی که اینجا آزاد میشن شتاب میگیرن به سمت این صفحه. الکترون هایی که آزاد میشن شتاب میگیرن و به این صفحه میرسن خودشونو، تحت تاثیر میدانی که اختلاف پتانسیلی که اینجا وجود داره. اگر این صفحه یه سوراخ ریز داشته باشه، تعدادی از این الکترون ها وقتی که خارج میشن از وسط سوراخ با همون سرعت خارج میشن، بقیهش رو میخورن به این صفحه و جمع میشن، جمعشون میکنه این کارکتره، بقیهش یه ذرهشون از مقدارش اینجا خارج خواهند شدش. ولی این الکترونی که از اینجا خارج خواهد شد، من سرعتش رو میدونم، تقریبا اون الکترونی که اینجا خارج شده تونسته در حال فرض میکنم سرعتش صفره، انقدر سرعت داشته که فقط تونسته فرار کنه از سطح، ولی اینجا شتاب گرفته. اختلاف پتانسیل ای ضرب در وی اختلاف پتانسیلی که من دارمه، این برابر میشه با 1/2 ام وی 2 انرژی جنبشی که این الکترون میگیره وقتی که از جا خارج میشه. پس الکترون با سرعت وی که از این رابطه به دست میاد از جا خارج خواهد شد. به این اتفاق، این چیزی که اینجا ساخته شد بهش میگن شتاب دهنده، در واقع ساده ترین نوع شتاب دهنده ای که من میتونم داشته باشم. به یه الکترون ذره باردار من شتاب دادم در این فاصله و تونستم سرعتش از صفر به مقدار ویدو برسونم، وی برسونم که اینجا من دارم میگم تو این رابطه. یک شتاب دهنده ساختم. این الکترون به دلیلی که از این سوراخ خارج شده و از اینجا ساطع شده، پس با سرعت راستای سرعتش مشخصه برای من الان. یه سرعت خطی داره راستاش، چون که از اینجا این خیلی قطعه کوچولویه در روبروی این نقطه، و راستاش مشخصه در این راستا داره حرکت میکنه، سرعتش هم مشخصه. یه الکترون با سرعت وی من دارم الان، همون چیزی که میخواستم. حالا این الکترون رو من توی یک ناحیه ردش میکنم که این ناحیه دو میدان درش میتونم داشته باشم. یکی میدان الکتریکی که به وسیله یک خازن درست میشه، و یک میدان الکتریکی که یک خازن تولید میکنه، میدان ای. پس این خازن خودش به یک اختلاف پتانسیلی به باتری وصله که یک میدان برای من درست میکنه، و یکی میدان مغناطیسی که به کمک یک سیمپیچ، گفتم قرار جلسه بعد من در موردش صحبت کنم چجوری با سیمپیچ ما رو میدان مغناطیسی درست میکنم، ولی به کمک یه میدان مغناطیسی واسه یه سیمپیچ توی این فضا و عمود بر میدان الکتریکی درست شده. دو تا میدان عمود بر هم دارم، میدان مغناطیسی و الکتریکی عمود بر هم. حالا چه خاصیتی داره میدان الکتریکی؟ این میدان الکتریکی به این ذره یک
نیرو وارد میکنه که در راستای خود ای هست. حالا چون الکترونه در راستای عکسش، پس این ذره وقتی میخواد انرژی خارجی به سمت پایین منحرف میشه در داخل این خازن، در داخل این خازن. و وقتی که از اینجا خارج میشه یک مؤلفه سرعت در راستای وای، اگر این محور محور ایکس باشه، این محور محور وای باشه، یه مؤلفه در راستای وای پیدا کرده که در تاثیر اون حرکت خواهد کرد و به نقطه روشن رو اینجا روشن میکنه. اگه میدان الکتریکی خاموش بود من یک نقطه روشن در اینجا میداشتم. پس یک جابجایی اتفاق میفته در راستای وای. حالا میدان مغناطیسی رو روشن میکنم. میدان مغناطیسی هم به این ذره نیرو وارد میکنه، نیرویی که از اون رابطه به دست میاد. پس این میدان الکتریکی یه نیرو وارد کرد که از این رابطه به دست میامد، کیو ضرب در ای. میدان مغناطیسی یه نیرو وارد میکنه که هستش کیو ضرب در وی ضرب در بی. و اگر توجه بکنید بی رو من عمود گرفتم، وی هم که در این راستا است، برای اینکه حاصل ضرب خارجی اینها دوباره در راستای محور وای قرار بگیره. وی در راستای ایکس، بی در راستای زد. من در راستای زد گرفتمش، حاصل ضرب در راستای وای میشه که با تنظیم مقدار بی شما میتونید کار کنید که این دو تا نیرو دقیقاً عکس همدیگه بشن، همدیگه رو خنسا بکنن، سیگما اف مساوی 0 بشه. اون موقع دوباره نقطه برمیگرده سر جای قبلش. با این کار من تونستم میدان مغناطیسی رو جوری تنظیم بکنم که دقیقاً، یعنی در واقع من نیروی الکتریکی رو اندازه‌گیری کردم، این نیرو رو که می‌خواستم اندازه‌گیری کنم اندازه‌گیری کردم، این نیرو رو از اینجا به دست آوردم گذاشتم توی رابطه پایین. با این کار شما دارید، و چون که وی و بی در هم عمودم هستن رابطه رو لازم نیست برداری بنویسم، پس کیو ای برابر میشه با کیو وی بی. کیو از طرفین میره مستقل از اینکه اون ذره چی باشه، چه باری داشته باشه. در این شرایط خاص من میتونم سرعت ذره رو اندازه‌گیری کنم، ای تقسیم بر بی. این با فرض اینه که من بی رو بلدم اندازه‌گیری کنم، یعنی من روش‌های حالی پیدا کردم که بی رو اندازه‌گیری کردم که بعد جلسه بعد در موردش صحبت خواهم کردش. پس من سرعت ذره رو میتونم اندازه‌گیری کنم، دقیقاً میتونم سرعت ذره چیزی که انجام داشتم، حالا فرض هم دارم. با این آزمایش حالا اگر من بی رو خاموش بکنم، این نیرو رو داشته باشم، از روی این جابجایی نیروی اف رو دارم و میتونم انحراف ذره رو اندازه‌گیری کنم. انحراف ذره رو شما میتونید دو جور اندازه‌گیری کنید. بعضی وقتا لامپ تصویرمون دقیقاً روی همین نقطه قرار گرفته، بعضی از این ابزارها فقط جابجایی رو همینجا رو نگاه می‌کنیم، یعنی در تمام مدت تا لحظه خوردن به صفحه نمایش الکترون داره بهش نیرو وارد میشه در میدان الکتریکی و مغناطیسی. در این شرایط شما میتونید بنویسید در راستای وای یک نیروی کیو ای به ذره وارد میشه. این نیرو مثل یک نیروی گرانشی هستش، اثر میکنه حرکت ذره مثل پرتاب است. اگه میدان مغناطیسی بی نداشته باشم، فقط بی ای داشته باشم، این مثل یه پرتابه رفتار میکنه. مقدار جابجایی این پرتابه از اینجا که چقدر افت میکنه برابر است با وای مساوی است با 1/2 شتاب در راستای وای ضرب در تی به توان 2. شتاب در راستای وای هستش نیرو در راستای وای که هست کیو ای تقسیم بر جر، و تی به توان 2 میشه زمانی که حرکت کرده از اینجا تا اینجا اومده، میشه وی، میشه ایکس طولش ال به توان 2 تقسیم بر وی به توان 2. وی سرعت در راستای ایکسش بودش دیگه. از روی اینجا و وی را من تونستم با اون روش اندازه‌گیری کنم. از روی اینجا این آزمایش به من این امکانو میده با اندازه‌گیری وای جابجایی کیو امامو اندازه‌گیری کنم، نسبت بار به جرم ذراتی که داره میاد اندازه‌گیری کنم. توجه کنید که زمانی که این آزمایش ها رو تامسون انجام میداد نمیدونست که این پرتوی که میخوره به اینجا و دیده میشه چیه. اون فرض کرد که اینها ذره‌اند و این مکانیک ساده رو براش نوشت، معادلات مکانیک ساده رو نوشت و تونست نسبت کیو ام رو اندازه‌گیری کنه با این روش. نسبت بار به جرم ذره رو اندازه‌گیری کرد. توی آزمایشگاهی که شما تو آزمایشگاه این دانشگاه فیزیک میتونید انجام بدید، این لامپ تصویر یکمی دورتره، مثل اسیلوسکوپه، تو اسیلوسکوپ
و شما این جابجایی رو زندگی کنید، اونجا معادلتون دیگه فرق می‌کنه. این جابجایی اینقدر کوچیکه که میشه صرف نظر کرد ازش و فقط نگاه کرد که وقتی ذره از جا خارج میشه مؤلفه سرعت عمودیش وی عمودیش چقدره و نسبت وی عمودی به وی ایکس یک برداری به شما میده که این بردار به شما میگه که این جابجایی چقدر هستش. با اون روش هم میشه اندازه‌گیری کردش، تو هر دو روش کار خواهد کردش. این آزمایشو با المان‌های متفاوتی انجام میدیم. سیم مسی رو برمی‌داریم، سیم آهنی می‌ذاریم. سیم آهنی رو برمی‌داریم، سیم نیکلی می‌ذاریم. نیکل رو برمی‌داریم، یه فلز دیگه می‌ذاریم. و توی آزمایش نتیجه می‌گیریم که کیو امون برای تمام اینها یکسانه. این نتیجه‌ای که تامسون می‌گیره. نتیجه خیلی مهمیه به خاطر اینکه با این آزمایش به این نتیجه می‌رسه که یک ذره‌ای در داخل این مواد وجود داره که با کمک گرم کردن ازشون داره خارج میشه، ساطع میشه و در دل تمام مواد وجود داره. تعمیمش میده و ادعا میکنه که تمام ذرات تمام موادی که ما در اطراف رو میشناسیم درشون یک ماده ذره‌ای وجود داره. اولا ذره تصویر ذره‌ای به الکترون میده، تا قبل از اون یه تابش بودش، یک پرتو جریان بودش، جریان مثل جریانی که تو سیم بود ولی تو فضا داشت اتفاق میافتاد. تصویر ذره‌ای بهش میده، ذره‌ای وجود داره که در تمام مواد وجود داره و نسبت جرمش به بارش بار داره و نسبت بار به جرمش هم مقدار ثابتیه، مقدارش به ما میده. دقیقاً با این آزمایش میتونه اندازه‌گیری کنه. این نسبت رو به ما میگه که کیو امون چقدر هستش. این آزمایش سالها متوقف میمونه تا یک چیزی حدود 34 سال بعدش، آزمایش میلیکان حدود 30 سال بعدش، آزمایش میلیکان کیو رو اندازه‌گیری میکنه، بارو که قبلا تو این کلاس برامون صحبت کردیم، بارو اندازه‌گیری میکنه و به کمک اون جرم الکترون به دست میاد که حدود 10^-31 کیلوگرمه. این آزمایش -30 کیلوگرم. این آزمایش نشون میده که به ما ذره به نام الکترون وجود داره. این اولین آزمایش در تاریخ علم فیزیکه که یک ذره بنیادی کوچکتر از اتم که جرمش تقریبا 1000 کوچکترین اتمی بوده که اون وقت میشناختن، اون موقع میدونستن که اتم هیدروژن کوچکترین اتمه و این میلیکان نمیتونه جرم اینو هیچ وقت اندازه‌گیری کنه. خود تامسون نمیتونه جرم اندازه‌گیری کنه. تامسون آزمایش‌های دیگه این میکنه که سعی کنه جرم اندازه‌گیری کنه، ولی نتیجه گیری که میکنه اینه که این جرم کمتر از یک حدود 1000 اتم هیدروژن بعد باشه. این ذره خیلی کوچیک از اتم هیدروژنه و بعدها آزمایش نشون میده که این عدد نزدیکی 1/2000، شاید مثلا عدد نزدیکتری بوده، 1/1700 عدد دقیق‌تری هستش تقریبا. ولی اون آزمایش های تامسون نمیتونه جرم اندازه‌گیری کنه، فقط نسبت کیو ام رو به ما میده و بعدها آزمایش میلیکان میتونه کیو رو که بده جرم به دست بیاره. این آزمایش یکی از آزمایش های تاریخیه که بابتش جایزه نوبل میگیره تامسون بعدها. و جالب بدونید که تامسون پس برای اینکه نشون میده که ذره‌ای به نام الکترون وجود داره جایزه نوبل گرفت و سالها بعد پسرش به خاطر اینکه نشون داد که این ذره الکترون رفتار موجی داره، خواص موجی، ذره موجه، دوباره جایزه نوبل گرفتش. رو حرف پدرش هم این و یکی برای اثبات اینکه ذره است، دوباره برای اثبات که موجه، جایزه نوبل گرفتش. خب این یه مثال خیلی ساده و قدیمی بود از اینکه ما به کمک میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی میتونیم از برابری نیروهای این دوتا اطلاعاتی در مورد ذره به دست بیاریم. اگه
اگر شما ستاپ های دیگه ای رو میتونید فراهم بکنید میشه این کارو کرد. ولی قبل از اینکه من در مورد مثال های دیگه میدان های عمود بر هم صحبت بکنم، بذارید یکم در مورد کاربرد های بیشتر اینم صحبت بکنم. من اینجا به کمک میدان های الکتریکی و مغناطیسی تونستم راستای این حرکت زر الکترون رو عوض بکنم و این جای نقطه روشن رو عوض بکنم. اگر من بتونم این کارو با به شکلی کنترل شده انجام بدم، میتونم این نقطه رو هر جایی توی این صفحه بندازم. پس من میتونم این نقطه رو با کمک نیروهای مغناطیسی و الکتریکی هر جای دلخواهی روی صفحه بندازمش. پس شما میتونید هر جایی روی صفحه دو بعدی یک نقطه روشن داشته باشید. حالا اگر این نقطه روشن رو من روی صفحه با کمک میدان الکتریکی و مغناطیسی جابجاش بکنم، این نقطه شروع به حرکت میکنه. اگر سرعت حرکت این نقطه خیلی زیاد باشه، چشم من نمیتونه تشخیص بده این مسئله رو. به دو دلیل. یکی این که اون ذره‌ای که اونجا داره نور ساطع میکنه، اینجوری نیستش که هر وقت الکترون بهش بخوره نور ساطع کنه، نخوره نکنه. وقتی الکترون میخوره یک پالس نورانی ساطع میکنه که دنباله داره، یعنی از یه لحظه شروع میشه به پیکی میرسه و بعد یواش یواش کم نور میشه که یه بازه زمانی داره. دوم این که چشم من هم همین خاصیت داره. سلول‌های حساس به چشم من از لحظه ای که سیگنال بهش میرسه، نور بهش میرسه، یه پالسی رو به مغز میرسونه و این پالس وقتی نور قطع شه سریع قطع نمیشه، طول میکشه تا قطع بشه. شما خیلیتون این آزمایش ها رو دیدید که مثلا به یه نقطه نورانی نگاه میکنید، چشاتون رو میبندید، بعد چند لحظه هنوز نقطه نورانی رو میبینید تو چشتون یا با رنگ های متفاوتی اینو میبینید، بخاطر اینکه اثری که این پالس داره مغز شما میرسونه. به دلیل این اگه من این نقطه رو سریع روی صفحه حرکت بدم، شما یه دایره خواهید دید و میتونه شکل‌های دیگه ای رو به شما نشون بده. این مکانیزم اون چیز ابزار روشیه که شما توی اسیلوسکوپ شما منحنی‌های سینوسی، منحنی‌های متفاوت رو می‌بینید، یا اینکه رو لام تصویر تلویزیونتون اصلا تصویر می‌بینید. با کمک کنترل حرکت این نقطه نورانی روی این صفحه دو بعدی با سرعت خیلی زیاد. خسته نباشید.